خبرهای بد با ما چه می‌کنند؟ جریان مداوم خبرهای ناگوار که به دلیل عمومی بودن در مقیاس میلیونی تکثیر می‌شوند چه تأثیری به جا می‌گذارد؟ سلام. چندی پیش در پی ترور یک فرمانده ایرانی، شبی که با اصابت موشکهایی به یک پایگاه آمریکایی سایه جنگ ایران را فرا گرفت، میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج کشور خواب به چشم ندیدند. در روزهای بعد هم وقتی خطر جنگ از سر گذشت، نفس راحتی که کشیدند چندان نپایید. ساقط شدن یک هواپیما توسط موشکهایی که گفته شد به اشتباه شلیک شده، ماتمی عمومی و عمیق به جا گذاشت. و همه اینها پس از یکی دو ماهی بود که خیابان‌های ایران را به صحنه خشونت و سرکوب تبدیل کرده بود و همه اینها پیش از زمانی بود که مملکت را در وحشت کرونا فرو برد. خبر بعد با ما چه می‌کند؟ خبر بعد در ابعاد عمومی و میلیونی با خبر بعد در حد و اندازه شخصی چه تفاوتی دارد؟ خبر بعد در جهان متصل اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی که در مقیاس میلیونی تکثیر می‌شود چه پیامدهایی دارد و هر یک از ما چه سازوکاری برای مواجهه با آن داریم؟ ملت‌ها چه سازوکاری برای مواجهه با جریان مداوم خبر بد دارند؟ در پرگار این هفته رضا کاظم‌زاده روانشناس میگوید احساس ناتوانی در مواجهه با خبر بد به مراتب تأثیر مخرب آن را افزایش می‌دهد. و حسین دباغ پژوهشگر فلسفه اخلاق میگوید سازوکاری که گونه انسانی در تکامل خود فرا گرفته میتواند به او در مواجهه با خبرهای بد کمک کند. مریم زهدی همکارم در بی بی سی فارسی در مورد معضلاتی میگوید که کار حرفه‌ای خبر برای فرد مشغول در رسانه ایجاد میکند. خیلی خوش آمدید آقای کاظم‌زاده. در حوزه کاری شما راجع به تروما، راجع به شوک‌های شدید ناشی از حوادث یا خبرهای ناگهانی زیاد صحبت میشه، اما در مورد جریان مداوم خبرهای بد چی گفته میشه؟ اینا با هم خیلی متفاوتن نه؟ ببینید، خبرهای مداوم بد در حقیقت فرد رو توی شرایط میشه گفت استراب دائم نگه میداره. اما برای اینکه بتونم یه مقدار اینو بهتر توضیح بدم، باید از این نکته شروع بکنم که روان ما هم درست مثل بدنمون یک دستگاهه، یک نظامه، اون چیزی که تو روانکاوی بهش میگن دستگاه روانی، یعنی در ارتباطش با محیط خارج یک دستگاه گوارشی داره که باید بتونه رویدادهایی رو که اتفاق میفته اینها رو به شکلی تغییر بده که اون مواد بتونه جذب در حقیقت روان بشه. مکانیزم های دفاعی مهمترین کارکردشون اینه که یه توقفی ایجاد میکنند، یعنی قبل از اینی که اون واقعه رو فرد بخواد باهش روبرو بشه یک مقدار بهش براش در حقیقت فرصت میخره. این مکانیزم ها بستگی به شخصیت افراد داره، بستگی به تاریخچه زندگیشون داره، بستگی به توانمندی های فردیشون داره و از همه مهمتر مخصوصا در رابطه با موضوع صحبت امروز ما بستگی به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داره که فرد داره توش زندگی میکنه. ولی وقتی این جریان مداوم بشه و خبر بعد از پی خبر بعد بیاد، اون مکانیزم وقفه واقعا امکان بروز پیدا میکنه؟ اصلا کار میکنه؟ بله. ببین، من یه سری مثال بزنم براتون. مثلا فرض کنید اون چیزی رو که ما اسمش رو میذاریم شایعه سازی که ما تو این مواقع میبینیم، اینو میشه ربط داد به یه مکانیزم دفاعی که بهش میگن مکانیزم دفاعی جابجایی. به چه معنا؟ به این معنا که ذهن شما به جای اینی که با خود واقعه
به طور مستقیم درگیر بشه به حواشی میپردازه. یعنی در رابطه با ویروس کرونا به جای اینکه به خود این خطری که برای فرد ایجاد میکنه درگیر اون بکنه، به این مثلا فکر میکنه که اینو چینی ها ساختن، مثلا این آیا اسلحه بیولوژیک بوده یا فرض کنید نبوده، یا مثلا فرض کنید مکانیزم انکار، یعنی مکانیزمی که شما اون خبر رو در حقیقت در ابتدا نمیپذیرین. مثل کسی که مثلا فرض کنید بهش میگن که از یه بیماری خطرناک مثل سرطان در رنجه، اما عکس العملش میتونه این باشه که شاید این آزمایش اشتباه بوده و سعی میکنه مثلا فرض کنید کارهای دیگر انجام بده. یک حالت دیگرش که این نشانه شدید بودن شوک عاطفیه، یک نوع حالت انفعاله، یعنی که فرد انگار که روانش هیچ عکس العملی برای مقابله به طور موقت حتی نمیتونه انجام بده. از بیرون اینو با افسردگی گاهی موقع ها میشه گفتش که اشتباه میگیرن، ولی فرد خودشو میسپره و انگار که اینو به عنوان یک سرنوشت میپذیره. در این جور مواقع این حالت انفعال باعث میشه که بیشتر برای فرد تصمیم گیری ها رو به عهده دیگران میذاره در واقع. بله. آقای دباغ، شما وقتی میگید که گونه انسانی یک مکانیزمی در خودش ایجاد کرده که بتونه با خبرهای بد مواجه بشه، منظورتون چیه؟ ببینید، من قبل اینکه پاسخ بدم به این سوال، اول از همه به خودم این سوالو میپرسم که خبر بد اصلا یعنی چی؟ ببینید، ما اون چیزی که در عالم واقع داریم خبره. بد و خوبی ما نداریم. بد و خوب طبیعتاً ماییم، نظام فکری ماست، فرایند ذهنی ماست که یک چیز خوب و بد در واقع تلقی میکنه. این خوب و بد یه معنای مهمی هم داره که ما به جای تکاملی میتونیم خوب بفهمیم. ببینید، خوب بد برای گونه ما انسان‌ها یعنی چیزی که بقای ما رو تهدید میکنه. خب برای ما، و بعد به این به معنای عام کلمه، یعنی فقط مرگ کسی، نه، به معنای زوال، حتی شکست عشقی، شکست مالی. مغز ما، ببینید، از من این مثال رو میذارم شاید براتون جلوش، از پس از یک جنگ برگشته، یک جنگ تکاملی که ما این همه سال داشتیم برای اینکه خودمون رو حفظ بکنیم. طبیعیه که این مغز تر تمام اوقات دنبال خبر بد میگرده. برای چی؟ برای اینکه خودش رو حفظ بکنه. خب مغز ما کارش چیه؟ کارش حفظ و در واقع حارس و حافظ ماست. ما میخواد ما رو حفظ بکنه. طبیعیه که ما تو طول تکامل همش دنبال این بودیم که دنبال خبرهای بد باشیم، حواسمون جمع باشه ببینیم خبر بد کجاست که از اون پرهیز بکنیم. حقیقتش اینه که الان ما در واقع یافته های نوروساینس جدید به ما نشون میده که آدمیان یا فعالیت مغز در پردازش خبرهای بد بسیار جدیتره، بسیار فعالیت بیشتری نشون میده. امید های خبر خوب شما به کسی بدید. من وقتی به کسی میگم 1% جامعه ایران کرونا گرفتن، تأثیر بسیار مخربتر و طولانی تری تا اینکه بگم 99% نگرفتن. وقتی خود این جریان خبر بعد از یک روال معمول بیشتر بشه، اون وقت چه تأثیر خواهد داشت؟ ببینید، همین، من دو تا نکته هستم. این وقت من راجع به نگاه تکاملی به خبر بعد میگم که اصلا همونطور که شما فرمودی، من واقعا گمان میکنم که مغز ما برنامه ریزی شده اینکه برای اینکه خبر بعد رو بیشتر جذب کنه و اصلا علاقه داره به خبر بد بیشتر. ما تعصب به خبر بد داریم، دوست داریم دنبال خبر بد بگردیم. اصلا این اتفاق که ما توی حالا دوران جدید که رسانه ها در واقع اینقدر بیشتر شده، این اصطلاحی که ما میگیم فیک نیوز، اصطلاحی که خبر کاذب، یا اصلا علاقه روانی ماست که حتی خبر بد رو تولید بکنیم. نه تنها آدم میان که حتی خود رسانه هم علاقه دارن این کارو کنن. اما یه وقتی شما سوالتون سوال رسانه، البته نه هم رسانه، بله، ولی حقیقتش اینه که خب رسانه ها کی هستن؟ خب همین آدمان که پشت رسانه ها و همین مغزشون که حتی ناخودآگاه فعالیت میکنه این کارو میکنه. و این خبر بد فقط نه فقط مربوط به مرگ، مثلا فرض کنیم مثلا به طلاق یه سلبریتی، اصلا علاقه دارن این خبر رو در واقع پخش بکنن و مردم رو میخرن. اما بله، من با شما موافقم، این شاید سوالی است که در واقع یعنی منم روانشناس نیستم، اینکه حد و حدودش بگذره البته نکته دیگه است، باید حواسمون باشه. صحبت رسانه شد، وقت مناسبی از شما بپرسیم مریم که چه تأثیری روی کسی داره که کارش سر و کله زدن با خبره و همونجوری که گفته شد خبر عموما یعنی خبر بد دیگه. اول من یک جمله اشاره بکنم به صحبت‌های شما که فرمودید علاقه‌مندن رسانه‌ها که خبرهای بد رو عموماً مثلا انتخاب بکنن برای اینکه خریدار داره.
خیلی وقتا اون چیزی که مفهوم خبر رو میرسونه، اون چیزی که خبر هست و توجه رسانه رو جلب میکنه برای اینکه ارزش‌های خبری رو داره، همونی هستش که شما بهش میگید خبر بد. یعنی وقتی همه چیز در آرامش باشه، اون یک خبر ممکنه برای رسانه محسوب نشه. خب طبعا همونجوری که گفتید، مخاطبان هم اون رو به عنوان خبر ممکنه نخرن، بنابراین تولید نمیشه. حالا از این میخوام نتیجه بگیرم که عموماً منی که حرفم اینه، دارم با این خبرها کلنجار میرم. یعنی بخوام یا نخوام، چون توصیه هایی میشه گاهن که میگن دور بمونید از رسانه های اجتماعی، نبینید، نخونید که کمتر تحت تاثیر قرار بگیرید. ولی کسی که حرفش اینه نمیتونه این کار رو بکنه، نمیتونه این فاصله رو برقرار بکنه، برای اینکه کارشه و باید مدام اینها رو بخونه، در جریان قرار بگیره، انتخاب بکنه، به شیوه ارائهش فکر بکنه، بیشتر در بطنش بره، عمیق بشه توش. من فکر میکنم این آسیب رو شاید بیشتر هم بکنه. وقتی به اینجای کار میرسیم، دو مسئله پیش میاد. یکی رویکرد شخصی هست، یکی هم رویکرد حرفه‌ایه. من به عنوان روزنامه نگار، خبرنگار، گزارشگر، اگر بخوام خبری رو منتقل بکنم به مخاطبم، باید بتونم اون رو در استاندارد مشخصی ارائه بدم. یعنی یه مقداری ازش فاصلم رو حفظ بکنم که بتونم واقعیت‌ها رو درست منتقل بکنم، تحت تاثیر احساسات هم نباشم. در درجه اول خود این کار سختیه، خیلی سخته. من تصورم اینه که وقتی وارد ساختمونی میشم که توش کار میکنم، عملا انگار لباس رزم میپوشم، انگار زره تنم میکنم، تلاش که در امان باشی از تاثیرات خبر. دقیقاً تلاش میکنم که یه جوری وارد بشم، یه جوری شروع بکنم کارم رو که تا جای ممکن این خبرها روم تاثیر نذاره. این خودش تبعات داره. وقتی این کار رو میکنم، برای چند ساعتی که کار میکنم، شاید نزدیک بشم به اون چیزی که میخوام، به ایدئالم. ولی وقتی ساعت کاری من تموم میشه، از این ساختمون میام بیرون و فکر میکنم که خب من الان دیگه اون نقشی که هر روز میپذیرم رو ندارم، تبدیل شدم به خودم، اونجا من فکر میکنم که یه سری چیزها به هم میریزه، عوض میشه. از اینجا لباس رزم و دیگه تنت ندارم، تنم ندارم دیگه، زره این نیست که من رو حفظ بکنه از یه سری ترکش های، یه سری چیزهایی که قراره من زخمی بکنه. مثلا اینجاست که من گاهی اوقات احساس میکنم با یه چیزهایی که آدمهای معمول در شرایط معمول ممکنه خیلی راحت مواجه بشن و بتونن مدیریتش بکنن، من ممکنه کم بیارم. با یه چیزهای خیلی خیلی ضعیفتر از چیزی که سر کار باهاش مواجهم، وقتی مواجه میشم ممکنه بشکنم و بخوام بشینم استراحت بکنم. یکی از همکارانمون به من میگفت که روزی که یک خبر خیلی بد وقتی صبح اومد سر کار منتشر شد، سراسر روز اصلا به خودش فکر نکرد، احساساتش درگیر نبود، ولی میگه همین که از این ساختمون زدم بیرون، بغضم ترکید و تا دقایق طولانی گریه کردم. بسیار قابل فهمه. ولی آقای کاظم‌زاده، خبر بد در حال حاضر در دنیای متصل امروز با خبر بعد در 20 30 40 50 سال پیش خیلی متفاوته دیگه. شبکه‌های اجتماعی خبر رو در ابعاد میلیونی و تیکه تیکه، ریز ریز، روز از پی روز تکثیر می‌کنن. یه مثال بزنیم. این تصاویری که می‌بینید روی صفحه می‌افته، تصاویر بدترین حادثه ریلی تاریخ ایرانه. قطاری باری در نزدیکی نیشابور از خط خارج شد و آتش نشان‌ها و مسئولین و پلیس همه اومدن و آتش رو در واقع خاموش کردن. این لحظات پیش از خاموشی نهایی آتشه، ولی تمام این افرادی که در این تصویر می‌بینید لحظاتی بعد از بین میرن. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی که این افراد اومدن عکس بگیرن و در واقع خوشحالیشون رو بیان کنن برای خاموش کردن این آتش، یک مرتبه انفجار مهیبی رخ داد که گفته میشه معادل انفجار حدود 180 تن TNT بود، طوری که در مشهد زلزله بزرگی ثبت شد. این ناشی از آمیخته شدن آب با محمولاتی بود که این قطار هم میکرد و در بارنامه ها قید نشده بود که این محموله ها اینقدر میتونن خطرناک باشن. اگر همین خبر الان بیرون میومد،
فاجعه روز از پی روز در اذهان ما تکرار میشد، برای اینکه هر روز جزئیاتی ازش تر میومد دیگه. از جمله خیلی درناک این مسئله که چرا در بارنامه این قطار باری قید نشده بود که محمولاتی هست که خطرناکن و اگر با آب آمیخته بشن منفجر میشن. اون موقع کسی در سال 82 که این اتفاق افتاد، 1182، این خبر انعکاسش زیاد نبود. امروز اگر اتفاق بیفته فوق‌العاده متفاوت خواهد بود. این با ما چی کار میکنه؟ وقتی شما یک خبری رو از راه گوش میشنوین، حتی اون بخشی که در مغزتون سعی میکنه اون خبر رو حلاجی بکنه، کنترلش رو واقع، کنترلش رو احساسات بیشتره و بیشتر میتونه اون شدت خبر رو بگیره. اما وقتی شما این خبر رو همراه میکنید، فرض کنید با یک سری عکس، خیلی آزمایشات روانشناسی نشون داده که مثلا فرض کنید به شما یه فیلم خیلی معمولی نشون میدن، تو این فیلم معمولی یک سری لحظاتی رو میذارن که مثلا نشونه جنگ یا خشونته، ولی از نظر زمانی انقدر کمه که شما حتی خودآگاهتون اونو نمیبینی، یعنی حتی متوجه نمیشید که اون صحنه ها رو دیدین. بعد از شما میپرسن که اون فیلم رو تعریف کنید. وقتی در این تعریف میکنید، بخشی از اون اضطراب و نگرانی که اون صحنه ها تو شما ایجاد کرده رو داستان روایتی که از اون فیلم ارائه میدین تأثیر میذاره. خب یعنی عکس، اون چیزی رو که ما با چشم مشاهده میکنیم، تأثیرش خیلی مستقیمتر و خیلی میتونه مخربتر باشه. و شبکه های اجتماعی خیلی عکس ها و تصاویر رو تکثیر میکنن دیگه. به این دلیل آره، من ببینید مثلا خیلی مواقع در مورد مسائل خیلی دشواری با هم صحبت میکنن، در مورد گاهی اوقات شکنجه یا مثلا اعدام، همیشه اینو بارها خواستم، برای اینکه گاهی اوقات اینو توأم میکنن مثلا با عکس، فرض کنید طناب دار یا یک صحنه هایی که و ازشون میخوام که اینها رو نذارن، برای اینکه اون حسی رو که اون ایجاد میکنه اینهاست که در حقیقت یک جایی به شما فشار میاره. خب در حالی که به کلام در آوردن یک واقعه، چون سکوت هم نباید کرد، یعنی ما نباید به این سمت بریم که در مورد حرف نزن. نباید حرف زد، ولی طریقه حرف زدنش، ایجاد کردن. ببینید شما به محض اینکه یه احساسی رو زندگی میکنید، برای اینکه بتونید بفهمینش باید بهش معنا بدین، برای اینکه بتونیم بهش معنا بدیم باید به کلام بیارینش. خب از این طریقه که بعد میتونید تا یه حدی اون احساسات رو در واقع کنترل کنه. اون چه که در مورد هواپیمای اوکراینی که این همه عکسای قربانیانش در اومد، ما شاهدش بودیم، در واقع تا حدی همین رو ثابت میکنه دیگه. قدرت تصویر از طریق دیدن عکسای کسانی که داستانهاشون شبیه داستانهای ایرانیایی بود که سفر میکنن، تحصیل میکنن در خارج، و این تصاویر فوق‌العاده تکان دهنده بود دیگه. ولی چیزی که واقعا کارو دشوار میکنه اینه که این تصاویر فقط تصاویر جایی که شما ازش اومدی نیست. الان دیگه تصاویر همجوری گفته شد سوریه است، تصاویر یمن، تصاویر نمیدونم خیابون‌های خلوت ووهان در چین، از همه دنیا تصاویر برای ما میرسه و این تصاویر تصاویر خبره. بعد این تاثیرش چیه؟ برای اینکه به نظر نمیاد ذهن ما بتونه این همه رو جذب خودش بکنه. نه، دو تا نکته از کاری که مغز ما اینجا انجام میده. یک این که انرژی خیلی زیادی مغز ما میگیره از اینکه این همه خبر بد رو میشنوه، بلخص در دوران جدید که حالا به لطف تکنولوژی ما این خبرها رو داریم دائما تکرار میشه و میبینیم، انرژی خیلی زیادی مغز ازش گرفته میشه و مغز ما عادت نداره انرژی رو صرف کنه. مغز ما مغز تنبلی. شما میبینید که در خبرهای بد آدمیان رو به طنز میارن. یکی از مکانیزم‌های دفاعی ماست که مغز می‌خواد از این انرژی‌های زیادی که صرف کرده خودش رو خلاصی کنه، یعنی رهایی پیدا بکنه. ما انسان‌ها وابسته به محیط آنی خودمون هستیم و این کمکمون می‌کنه. اما در این حال در دنیای موجود جهانی شدن باعث شده که محیط دورتر از ما، محیط جهانی دقیقاً بیاد روی ما بباره با خبرهای بد. آیا مغز ما واقعاً آمادگی جهانی شدن رو داره؟ یعنی انسان اینقدر تکامل پیدا کرده که مغزش جهانی بشه به عبارتی بتونه این؟ اگه از من بپرسید به صراحت پاسخم منفی است. من گمان میکنم که یعنی این نکته که شما میگید، ببینید ما مغزی که به ما رسیده، عرض کردم از این جنگ تکاملی که ما برگشتیم،
ما مغزمون در یک گروه‌های بسیار کوچیکی رشد کرده، گروه‌های 150 نفره، 200 نفره. ما بعداً اومدیم در واقع این دنیا جهانی شده، مرز درست کردیم، سازمان ملل درست کردیم. هنوز ذهنیت ما ذهنیت قبیله ایست، هنوز هم ما مغزمون به جای تعلق داره، ذهنمون به جای تعلق داره، یعنی قلب ما، ذهن ما، عواطف ما برای جای بیشتر از جای دیگه میتپه. با برای همین اینقدر فشار روحی احساس میکنیم. شما تمام خبرهای بدی که از افغانستان بشنوید، از کشورهای از سوریه بشنوید، درست خبر بدی است بدون شک، اما تأثیری که برای ما داره کمتر است. بعد اعتراف بکنیم تأثیرش کمتر از تأثیری است که مربوط به حالا جایی که وطن ماست، ما خودمون رو تعلق به اونجا داریم. یعنی عادت مغز ماست که تلاش میکنه خودش رو به جایی بچسبونه، به اصطلاح بگه من متعلق به اینجا هستم. این خبرهای بد برای اون جدیتر طبیعی که هیجانات بیشتری هم در ما. خبرهای بد ایران برای شما جدیتر از خبرهای بد جاهای دیگه است وقتی تو رسانه کار میکنی یا سعی میکنی اینها رو یه جوری به شکل یکسان باشون مواجه بشی؟ تلاش این هستش که یک به هر حال وقتی من دارم یه بچه‌ای رو می‌بینم که مورد ظلم واقع شده هر جای دنیا که باشه منو ناراحت می‌کنه، ولی به واسطه همین استدلالی که الان صحبتش رو کردید به نظر من برای اینکه فکر می‌کنم الان مثلا یه اتفاقی توی شهری افتاده که خانواده من توی اون شهر داره زندگی می‌کنه، یه جور همزاد پنداری، یه جوری انگار که آدم احساس نزدیکی بیشتری داره. ولی همین حس نزدیکی رو من سوال می‌خواستم بکنم پیرو صحبت‌های شما، یعنی این حس نزدیکی، حس همدلی، احساساتی بودن، همون چیزی که به تعبیری بعضیا بهش میگن از انسانیت برمیخیزه به اصطلاح، میخوام ببینم که شما منظورتون اینه که این میتونه به نوعی به ضرر آدم باشه، یعنی بده برای آدم این که احساساتی باشه نسبت به احساس همدلی بکنی، این که مغز همونجوری که شما گفتید فرق مکانمنده و نه اصلا ببین این که تعلیم فیلسوفان اخلاق ماست که ما باید یعنی همدلی بکنیم. ببینید من خیلی تلاش میکنم که دو تا بحث ازم جدا کنم. من یه وقت دارم توضیح میدم آنچه رخ میده توسط مغز ما، یه وقت هستش که شما بس فیلسوفان اخلاق شما میگن شما چه باید بکنید. شما بله منم با شما موافقم، وقتی به یه کودکی ظلم میشه هر جای دنیا باشه این کار خطایی است، اخلاقا کار ناروایی است و شما بعد اتفاقا هیجانات شما به اصطلاح بتپه، ولی این اتفاق نمیفته خیلی از برای اینکه مغز ما بهش فکر میکنه. بله یعنی یه مغزیست، یه تکامل خوب ویژه‌ای ما داشتیم و اتفاقا تمام کار فیلسوفان اخلاق، تمام کسایی که اصلاحگر هستن به یک معنا مقابل تکامل ما ایستادن. اتفاقا میخوام بگم ما عوض بشیم. بله این معضلی که هم در ابتدا راجعش صحبت کردی هم تو این نوبت اخیر صحبتات مریم، آیا در وقتی خبرهای ایران میرسه منظور این است که جدا کردن احساسات از کار حرفه‌ای دشوارتره؟ به نظرم میرسه که این اتفاق میفته، حادث میشه، ولی اون چیزی که میمونه برای من اون ماندگاریش احساس میکنم بیشتره. یعنی من خودم شخصا دارم راجع به شخص خودم صحبت میکنم، کاری که میخوام بکنم، خط کشی هایی که میخوام بکنم رو موفقیت آمیز انجام میدم، یعنی تا حالا اتفاق نیفتاده که من جایی نتونم و کم بیارم. ولی اون جایی که تعلق بیشتر داریم، اونجایی که احساس میکنیم نزدیکتریم، اون اتفاقی که توی من میفته ماندگارتره، یعنی حالا و پیامدهای پسینیش بیشتره. دقیقاً. ولی یک نکته مهم دیگه این است که ما راجع به خبرهای بعد در خارج از کشور احتمالاً یه جور دیگه تجربهشون میکنیم، برای اینکه دستمون نمیرسه احساس ناتوانی بیشتری میکنیم. این به نظر من خیلی اوضاع رو خرابتر میکنه. باز دوباره همین اتفاقات اخیر یه حس مشترک که مدام ایجاد میشد برای من، برای همکارام راجبش صحبت میکردیم، یه جایی کار احساس میکنید که باید یه کاری بکنید که مفید واقع بشید، یه کمکی باید بکنید، کاشکی میشد کاری کرد برای اینکه یک اتفاق مثبت بیفته. بعد فکر میکنید که خب دورید، دستتون هم به هیچ جا نمیرسه، حتی نمیتونید کمک کنید، مثلا برید برای کسی که ماسک میخواد ماسک بخرید بدید دستش، دستتون نمیرسه، خب فکر میکنید که چی کار میتونید بکنید، دونه دونه گزینه رو بررسی میکنید، میبینید که خب هیچ کاری نمیتونم بکنم. این من فکر میکنم باز نزدیک میکنه آدم رو به اون حالت انفعال که شما میگید. پس باید بپذیریم این چیزی که هست رو، خب من نمیتونم تصمیم بگیرم، نمیتونم کاری بکنم، پس بشینم نگاه کنم. این من رو به نظرم به مرز اون انفعال و به مرز افسردگی باز نزدیکتر میکنه. اونهایی که میخوان منفعل نباشن و با خودشون میجنگن، میخوان مفید باشن، در این حال چون دورن احساس ناتوانی میکنن. این در واقع چه
شرایطی براشون ایجاد میکنه؟ ببینید این حالت ها خیلی مواقع میتونه همزمان، یعنی همزمان نه، تو یک فرد وجود داشته باشه خب، و میتونه به ترتیب تغییر بکنه. مثلا یه خبر یک شوک روانی عاطفی خیلی شدید میتونه شما رو به حالت انفعال بکشونه، بعد اون استرس درونی تبدیل به خشم بشه، وقتی تبدیل به خشم شد اینو شما میتونید رو محیط بیرون فرافکنیش کنید، یعنی دنبال مقصر بگردید، دنبال اطلاعات بگردید بفهمید دلایلش چیه، و میتونید در نهایت وقتی که یک مقدار وقایع بیرون رو مطالعه کردین میتونید تلاش بکنید برای اینی که مثلا به نوعی فرض کنید اون مشکل رو رفع بکنید. اون چیزی که من تو برخورد کل مردم میبینم و به نظر من جنبه مثبت هم داره، هرچند میشه از زوایای دیگه هم بهش نگاه کرد، یکیش همین مسئله طنز و شوخیه که بهش اشاره کردیم. ببینین طنز و شوخی یک نوع تحریف آگاهانه واقعیت، درست مثل کاریکاتور. هیچ کسی طنز رو به وجود نمیاره برای اینکه خودش تنهایی برای خودش تعریف کنه و بخنده. شما طنز رو همیشه به وجود میارید برای اینکه با دیگران تقسیم کنید، در روی ارتباط، و در امر تقسیم شما پیوندهای اجتماعیتون رو چیکار میکنید؟ هم واقعیت رو به ریشخند میگیرین اما انکارش نمیکنید، یعنی آگاهین که این کاری که دارین انجام میدین تحریف واقعیت. خب یا مثلا فرض کنید بعد از واقعه هواپیما، اینی که مردم دور هم جمع شدن، شمع گذاشتن، همین چیزی که شما گفتید، همدلی. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه استراب یکی از مهمترین خصوصیاتش از بین بردن پیوندهای انسانیه. استراب آدمها رو ایزوله میکنه، ولی اون موقعی که آدم‌ها یه استرسی می‌گیرن، یه خبر بدی می‌شنون، وقتی دور هم جمع میشن، وقتی با هم هستن، به نوعی از طریق اون احساس همدردی و محبت و توجهی که هم میدن و هم می‌گیرن، میتونن اون احساساشون رو اداره بکنن. ولی دور هم جمع شدن برای همه مقدور نیست، بخصوص اونایی که خارجن، و خیلی از اوقات هم دستگاه حاکم مانع میشه در داخل کشور دیگه، کما اینکه در حادثه ساقط شدن هواپیما بعدش به راحتی ممکن نبود همه جمع بشن و شمع روشن کنن. این باز برای کسی که احساس ناتوانی میکنه شرایط رو حادتر میکنه دیگه. من از یکی از فعالین داخل کشور یک نقل قول میارم که میگه که ما وقتی که نمیتونیم به وجدان اخلاقی خودمون پاسخ بدیم احساس بیشرفی میکنیم. این احساسی که من الان دارم کاملا متوجه میشم اینو. ببینید شما، چون یعنی بحث بسری نیستش که همونطور که فرمودن آقای کاظم‌زاده که نکته به نظرم تکاملیه، به دقت نکته مهمی است. ما نیاکان ما خبر از این در واقع تریتمنت های به اصطلاح روانشناسانه نداشتن، نمیدونستن. مهمترین کاری که میکردن برای این بحران‌های آب و هوایی که داشتن این که با اجتماع میتونستن این مسئله حل کنن. ما اگر به اصطلاح باقی ماندیم، به اصطلاح اگر بر حیوانات به تعبیر تکاملی غلبه کردیم، این که دور هم جمع شدیم به تعبیر داروین حس بقای شخصی شده بقای گروهی. دقیقاً این ما تو گروه میتونیم فعالیت کنیم. حالا گروه لزوما معنی نیست که دور هم جمع شیم، یعنی حالا بخاص الان که ما داریم برنامه ضبط میکنیم در دوران کرونا بهتره که دور هم جمع نشیم اتفاقا. بله. ولی ما میتونیم با هم گفتگو بکنیم. ببینید گفتگو به چه معنا؟ ما از خبرهای بد که ما میرسیم ما میترسیم. ترس به ما، حالا اسمشو استراب بذاریم، اسمشو حالا تروماهای مختلف بذاریم، ما ترس رو موقعی میتونیم کم بکنیم که با دیگری حرف بزنیم، چون اون فرد مقابل لزوماً مثل ما نمیترسه. ما ترس رو باید با او در میان بذاریم. حالا طنز یک شیوهشه، اصلا گفتگو یک شیوهشه که شما میتونید تا حد ممکن این ترس رو کم بکنید. اما یک وقتی شما وقتی گفتگو میکنید، وقتی شما در مقابل یک قدرتی هستین، حتی قدرت خود تکامل، قدرت تکامل یه دست قهاری رو می‌بینید که ناعادلانه داره کاری می‌کنه و شما از دست کاری دستمون بر نمیاد. ولی در شما احساس بی‌شرمی و حالا بی‌شرفی فرمودین می‌کنید به طور. ولی در بستر اجتماعی ایران حرف زدن در مورد خبر بد
خبر بد رو سیاسی میکنه. بله. اگر ما تعبیر دو تا نظر پرداز معاصر غربی دلوز و گاتاری رو بپذیریم که میگن که جهان موجود میخواد به ما بگه که خبرهای بد و پیامدهای خبر بد تماما مربوط به حوزه روانشناسی و روانپزشکی هستن، اما چنین نیست، اینها پدیده‌های سیاسی هستند. گمان می‌کنم ملت ایران اینو خوب می‌فهمه، یعنی حتی چیزهای طبیعی مثل زلزله، خبرهای بد طبیعی تبدیل به خبر بد سیاسی میشه، برای اینکه بلافاصله تبدیل میشه به اینکه چقدر کارآمد بودید در مقابله با این. این اون وقت آیا یک کارکرد مدد رساننده است یا نه؟ یعنی دیدن این که خبر بد خبر سیاسیه، پشت خبر بد رو دیدن در واقع دیگه. خب این که حالا از جانب حکومت این اتفاق رخ میده، یعنی حکومتی است که این خبر بد رو سیاسی میبینه، لزوما مردم میبینن؟ نه، توسط حکومت القا میشه. شما اگر در جامعه زندگی بکنید که چنین چیزی القا به شما نشه، خبر بد رو سیاسی نمیبینید لزوما. خبر بد برای شما خبر بده و اتفاقا میتونید با همدلی راجع به صحبت بکنید. ببینید من مثالی که الان تو ذهنم همین الان میاد، سال 1966 در همین انگلستانی که ما زندگی میکنیم خبر بدی رخ داد. خبر بد اون که در جنوب ویلز به خاطر یک در واقع ریزشی که معدن زغالسنگ کرده بود افراد زیادی کشته شدن، کودکان 100 و نزدیک 16 17 20 نفر کودکان مرد. خب این خبر بد شما وقتی تو اون دوران رو میخونید، روزنامه ها رو میخونید، میبینید لزوما خبر سیاسی تلقی نشد. درست اعتراضات بسیار زیادی طرح شد که مربوط به ناکارآمدی دولت بود، ناکارآمدی که قبلا هشدار داده بودن که این معدن داره ریزش میکنه و شما باید مواظب باشین. اما به معنای که ما الان در به اصطلاح سیاق ایران داریم در واقع حرف میزنیم، به این معنی نیستش که جلوی شما رو بگیرن و شما راجع به خبر بد حرف نزنید. نه، میتونید یه تصور، یعنی جامعه رو شما در نظر بگیرید که خبر بد میشه راجعش حرف زد، حتی به این معنی سیاسیه. اما مردم اون رو سیاسی نمیبینن، مردم خودشون رو میبینن توی اون خبر، به خودشون ظلم شده احساس میکنن به خاطر ناکارآمدیست. مریم، در رسانه آیا هیچ میشه گفت تمهیدی، هیچ راهی برای اینکه خبر بد رو از اون چه که هست خسرانبارتر نکنیم، از اون چه که هست مخربتر نکنیم؟ چنین چیزی هست؟ اگر نه به شکل دستورالعمل عمومی، به شکل یک راهکار حرفه‌ای که جا افتاده باشه. بذارید مثال بزنم. یکی از دوستای من اخیراً تو فیسبوک خیلی بامزه، اینم باز مثالی از طنز ایرانی، گفته بود که من از پای تلویزیون ایران همین الان بلند شدم، فهمیدم که این چند روزه چقدر اشتباه میکردم، اسم این ویروس کرونا نیست، اسم این ویروس ویروس تحت کنترل کرونا است. یعنی از نظر این دوست من که تو فیسبوک نشسته بود، اینجوری مثلا صدا و سیما میخواد خبر بد رو یه مقدار ملایم تر کنه، که عمل نکرده دیگه، که این دوست من اینجوری با طنز راجبش مینویسه. اما در یه رسانه حرفه‌ای یا حرفه‌ای تر چه چیز هست؟ هیچ رویکردی هست که جا افتاده باشه که وقتی شما خبر بد رو بدی در این حال به تاثیرش روی مخاطبم نگاه کنی یا بیاندیشی، یا اصلا باید چنین کاری بکنی؟ حتما باید یه همچین کاری انجام بشه. خیلی مهمه. رسانه یکی از وظایفی که داره متصور هست برای یک رسانه این هستش که مخاطبش فکر کنه. تا اونجایی که ما صحبت خشونت الان می‌کردیم در شبکه‌های اجتماعی، رسانه اینها، تا اونجایی که ما حتی اگر میخوایم خبر یک خشونت رو بدیم، کمک به باز تولیدش دوباره نکنیم. یعنی حتی اگر میخوایم مثلا در مورد یک اعدام صحبت بکنیم، منتشر کردن عکس یا فیلم اعدام کمکی نمیکنه، فقط اوضاع رو خرابتر از اون چیزی که هست میکنه، دقیقا عمیق‌تر میکنه اون تأثیر و اون زخمی که روی به اصطلاح روح و جان مخاطب. این یه چیزی هستش که هر کسی که توی رسانه کار میکنه این روزها، باید حتی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنه، باید بدونه که باز تولید خشونت به نفع مخاطب نیست. و خیلی جاها از تصویر پرهیز میکنیم برای اینکه دقیقاً همینطوره. خیلی جاها تصویرهای خشن رو حتما حواسمون هستش که استفاده نکنیم، یا اگر تا یک حدی مثلا قابل استفاده هست ولی میتونه بعضیا رو آزار بده، با هشدار پخش بشه که قبلش در جریان باشن که اگر حساس هستن یه چیزهایی قرار پخش بشه که ممکن ناراحتشون بکنه. یه بخش عمده ای از کار رسانه به نظر من. چقدر واقعا این همیشه ممکنه؟ برای اینکه بین خودمون، رسانه در رقابت دیگه همیشه،
با رسانه‌های دیگه باید رقابت کنی که تأثیر خبر بیشتر بشه. تأثیر خبر رو بیشتر کردن خیلی از اوقات یعنی تصویر گذاشتن. آیا این تنش به پیش اومده به اون سمت ببره کار رسانه رو از نگاه خودت یا کار خودت رو که برای اینکه ماندگارتر بشه من این عکس رو هم بذارم؟ راستش رو بخواین همین سر داستان هواپیمای اوکراینی یک بحثی بود که عزاداری بعضی از این خانواده ها رو ما میدیدیم این طرف و اون طرف منتشر میکنن. بعد بحث سر این بود که یک لحظه هایی از این عزاداری مخصوصا اونجایی که تصاویر خیلی نزدیک هست و کلوزآپ افراد رو نشون میده خیلی شخصی و خصوصیه و صحبت سر این بود که بازنشر کردن اینها به نفع کیه، آیا باید بازنشر بشه یا نه. ممکنه راضی نباشن، حتی در مواردی خودشون گفتن که راضی نیستن و نمیخوان اینها بازنشر بشه، ولی باز دوباره به خاطر جذاب شدن، به خاطر تاثیرگذار بودن اون خبر خیلی ها این کارو کردن. من میدونم مطمئنم که بعضی از این فیلم ها در رسانه ما هم منتشر شده. بله، به برنامه پرگار انتقاد شد که در یکی از بحث ها ما صدای پدر یکی از قربانیان رو گذاشتیم که میتونه به جا باشه. البته جواب من این بود که در اون بحث مربوط به جشنواره فجر ما راجع به تأثیر احساسی ساقط شدن اون هواپیما روی هنرمندها صحبت میکردیم و بعد یه مثالی میآوردیم و اون مثال فکر کردیم و به این دلیل استفاده کردیم، ولی شاید اون انتقاد به جا بود. اما این احساس و عاطفه شدید در ابعاد ملی وقتی به ماتم عمومی باشه چی میتونه به جا بگذاره آقای کاظم‌زاده؟ آیا ممکن هست یه جاهایی واقعا در واقع باعث میشه گفت عوض شدن یا گم شدن آدرس اصلی بشه؟ یکی از دوستان من میگفت در ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی مسئله اصلی، مطالبه اصلی باید این بود که به ما بگید چه کسی آسمان کشور روی هواپیمای مسافری باز گذاشت یا تقاضا نکرد که بسته بشه فضای کشور به روی پروازهای مسافری. اما در اون هیجانات شدید، در اون موج شدیدی که ناشی از این بود که به ما دروغ گفتین، بحث فریب شد مسئله اصلی و اون مطالبه مهم که اتفاقا قابل پیگیری بود گم میشد. گم شد دیگه، یعنی تبدیل به مطالبه ملی نشد که کی این تصمیم رو گرفت که آسمان رو باز بگذاره. این ناشی از همین تاثیر احساسی خبرای بد نبود؟ دقیقاً. ببینین یه نکته خیلی مهمی که خانم زهدی در بخش اول صحبتشون گفتن در رابطه با کار خودشون، این یه بحث اصلا مربوط به بهداشت عمومی روانه. یعنی وقتی داشتن میگفتن که وقتی میان اینجا تو محل کارشون سعی میکنن که اون احساساتو بذارن کنار برای اینکه تحت تأثیر احساساتشون کارشون رو انجام ندن. این در واقع تفاوت میان احساس و عقل که الان جوی صحبت میکنیم من خیلی مشکوکم. یعنی اینجور نمیتونیم ما به سادگی اون اتفاقی که در مغز ما داره رخ میده بین اینها تفکیک قائل بشیم. دست کم شواهد عصب شناسانه جدید این رو به ما نشون میده که واقعا این گونه نیست. یعنی ما یک ناحیه خاکستری داریم که هر دو این دو با هم فعالن و یکی به دیگری کمک میکنه و یکی از دیگری طلب کمک میگیره. وقتی راجع این مثال در واقع بحث حالا دروغ و هیجانی یا مطالبه ملی که تعبیر حالا اگه درست باشه همچین چیزی بود، من این رو خیلی جدی میگیرم به این معنا که خب بله، شما توی اون جامعه، توی اون لحظات، توی اون شرایط، خب آدمیان هیجانی که داشتن این بود، گمان میکردن دروغ گفتن امر مهمتری است از اون یکی. این به این معنی نیست که امر غیر عقلانی است، به این معنی نیست که امر غیر منطقی است. نه، اینم یه منطقی است. اتفاقا از این هیجان ها اینجا مهمه که خبر از یه درونی میده، حالا درون خود فرد باشه یا درون جامعه باشه، درون ملتی که همین، یعنی گفت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسخون، این خبری بود اون زیر که این اتفاق، این هیجانات میزنه بالا. این تو نیستی که ما تا این هیجانات زد بالا بگی نه آدمیان هیجانی شدن، مطالبه منطقی اونه. من یکم مشکوکم، یعنی این تفاوت بین اینها. فکر میکنید این احساس عمومی که بهشون اهانت شده بود؟ بله بله، مهمه، این خیلی جدی گرفت. یعنی درست من نمیگم اون مطالبه که شما فرمودین منطقی نیست، بله اونم خیلی سر جای خودشه، ولی توی اون شرایط ایران ما، حالا چند نفر باشن یا یه جامعه باشه،
این هیجان بروز کرده و این یه خبری داره، یه نشانه ایست از یه اتفاقی، یه زخمیست، یه بیپناهی، یه بیعدالتی که اینجوری خودش رو ظاهر کرده و این مسئله مهم شده. ممکنه یه موقعی دیگه تو شرایط دیگه یه هیجان دیگه بیرون بزنه، یه چیز دیگه مهم بشه. به هر شکل من خیلی جدی میگیرمش مسئله همین دروغ گفتن رو. شما چی فکر میکنید راجع به اون؟ برای اینکه اون موج عمومی خیلی تو شبکه‌های اجتماعی از لحظه‌ای که اون فرمانده سپاه آقای هایی‌زاده اومد گفت که بله ما این موشک‌ها رو شلیک کردیم و این هواپیما رو انداختیم و گردن من از موی باریک‌تره، از اون لحظه شروع شد و شبکه‌های اجتماعی پر شد از این قضیه. یک رسانه رسمی چقدر باید فاصله بگیره از شبکه‌های اجتماعی؟ چقدر بیانگر اون شبکه‌های اجتماعی باشه؟ برای اینکه شبکه‌های اجتماعی به گفته ایشون میتونه بیان حال عمومی باشه، اونچه که در تلگرام هست، در نمیدونم اینستاگرام هست، در واتساپ هست، میتونه بیان حال عمومی باشه دیگه، چون الان همه دسترسی دارن. رسانه امروز به نظر من اصلا نمیتونه رسانه‌های سوشال میدیا و رسانه‌های اجتماعی رو نبینه. باید بخش مهمی از رسانه رسمی امروز همین تلگرام و توییتر و اینستاگرام و اینها باشه. برای همین، برای اینکه اون به اصطلاح یک نمونه ای هست، حالا مشت نمونه خروار شاید بشه بهش گفت، عمومیت نداره. میدونیم که بازی تعداد خاصی از مردم هستن که استفاده میکنن، ولی به هر حال یک پیامی رو دارن منتقل میکنن اونجا، بنابراین نمیشه به هیچ عنوان ندیده گرفت. مسئله اینه که رسانه باید حواسش باشه که داره اطلاع رسانی میکنه، داره الان میگه که آقای حاجی‌زاده چی گفته، ولی از اون طرف داره رصد میکنه احساساتی که جاری هست در رسانه. اونجا که رصد میکنه بگه که این احساسات عمومیه، نه اونچه که به عنوان خبر و پیام این رو به مخاطب منتقل که گاه خیلی کار سختیه دیگه. خیلی کار عموما کار سختیه که بخوای همراهش نشی، این خط رو وسط داشته باشی، ولی هر دو تا رو منتقل کنی. پیش از رسیدن به پایان برنامه حتما باید راجع به اون چه که روانشناسی مثبت نامیده میشه بپرسیم. آقای کاظم‌زاده، رفتار به حوزه کاری شما، روانشناسی مثبتی که از دهه 90 میلادی دیگه خیلی رایج شد و روی حالات درونی فرد خیلی تکیه میکنه، که البته همونجوری گفتم نظری پردازان سیاسی مثل دلوز و گاتاری میگن که بر یک توهم استواره. من حتی از خود روانشناس ها دیدم نقد هایی به اون چه که روانشناسی مثبت اندیش یا مثبت نامیده میشه، از جمله یکی از این نقد ها از روانشناسی به اسم اسکینر که میگه It's not positive psychology, it's positive illusion. در واقع بر توهم استواره، این که تو روی خودت کار کنی، خودت رو مجهز کنی برای مواجهه با خبرهای بد، میشه اون بر به اصطلاح ته تونلم دید. راجب این چی میشه گفت؟ ببینین، روانشناسی مثبت یه مجموعه از یه سری کارها و تحقیقات خیلی گسترده‌ایه از بعد از دهه 70. یکی از شاخه های تو روانشناسیه که شدیداً سرش تبلیغ شده و بین میشه گفت مردم عادی در موردش حرف زده شده. اون محققین تو این زمینه برخی از حرفاشون یه سری کارهای تحقیقی و بسیار جدیه. اون چیزایی رو که من تو ایران گاهی موقع میشنوم متاسفانه تحریف شده و خیلی عوامانه است. یعنی روانشناسی مثبت رو به این شکل گاهی اوقات تبلیغ میکنن که واقعیت بیرون میتونه تابع واقعیت درون باشه، که چنین نیست. برعکس، ایده پایه این روانشناسی اتفاقا اینه که قرار نیست تو زندگی برای شما همه اتفاقات مثبت باشه. یعنی شما باید بپذیرین که یک موجود نسبی هستیم و آسیب پذیر هستیم و آسیب پذیر. و همین صحبت هایی که آقای دباغ میکرد در مورد مرز، مثلا فرض کنیم بیشتر تحت تأثیر موارد بد بودن، تو روانشناسی مثبت شیوه آموزشی هست که شما فقط مسائل بد رو تو زندگی عمده نکن و تعمیم بده به همه چیز، سعی کن یه سری جنبه های مثبت تجربه بدت هم ببینی. این با اون قضیه که فرد که تعیین کننده است و یه جور روانشناسی من و ایگو شده خیلی متفاوته به نظر من. اتفاقا در تدارک همین بحث امروز بودم که در یه کتاب فروشی
یه تابلوی کوچیک روی یکی از قفسه ها دیدم و عکس گرفتم ازش. نوشته بود روی این تابلو کوچیک It's okay not to be okay. یعنی ایرادی نداره بعضی وقتا حالت بد باشه، غمگین باشی، محزون باشی. این با اون چه که روند تکاملی انسان درش ایجاد کرده سازگاره، یا اون روانشناسی مثبت عوامانه‌ای که میگه که تو باید سریع سعی کنی از این حال بد بیرون بیای، کدوم یک؟ یعنی اگر بخوام از نگاه تکامل بگیم و اون چیزی که زندگی عاطفی مغز ما رو در بر میگیره، بدون تردید مثلا این ایده که ما زندگی بدون غم و حزن داشته باشیم یه ایده خیلی سطحی است. ما باید بپذیریم تکاملی که داریم، زندگی که داریم، گفت آری شود ولی به خون جگر شود. ما با غم اینو کلامته، برای کسی که از داخل ایران اینو نگاه میکنه میگه بله، ولی نه اینکه روز از پی روز ما در غم قوطه بخوریم. یعنی به دلیل همین خبرای بعد اون دیگه پیچیدگیایی که شما چگونه انعکاس بدین خبرو، چگونه یه حکومتی کارآمد بشه، اون پیچیدگی دیگه است. من اون چیزی که در روان ماست، اون چیزی که مغز ما با زندگی میکنه، این تعبیر که گفتم ما در واقع زندگی روزمره هم شنیدین رو من در ایران هم میبینم که گردن بزن اندیشه را، غم اصلا کلا بعد از زندگیتون حذف بشه. ما نمیتونیم، ما این شیوه مغز ما کار نمیکنه. ما این شیوه دوتایی دوبینی که مغز ما باش رشد کرده، یعنی غم و شادی رو با هم دیگه دیدن، غم جزوی از زندگی ماست، ما باید عادت بهش بکنیم، یعنی باش باید کار بکنیم. اتفاقا به جهت تکاملی مثبت هم هست. شما چجوری سعی می‌کنی باش عادت کنی؟ من این نکته، یعنی جواب سوالشون اینجوری میدم. ببینید اولا غم یا خبرهای بد لزوما بد نیستن. من اینو به توضیح خیلی مفصل میتره ولی کوتاه بگم، ما دورانی که غم داریم، دورانی که حزن بر ما غلبه میکنه و خبرهای بد میشنویم، اتفاقا دورانی است که مغز ما در پردازش فعالیتش خیلی خیلی فعاله. یعنی نشون میده تاریخ تکامل به ما که دورهایی که ما خبرهای بعد، دورهایی که ما تغییرات آب و هوایی شدید داشتیم، دقیقاً دورهایی است که مغز ما رشد بیشتری داشته. دقیقاً وزن مغز ما موقع بیشتر شد. خب این خبر مثبته. یعنی شما میتونید از این خبرهای خوب یه نتایج مثبت بگیرید. میتونید اتفاقاً فکر شما بازتر میشه به یک معنا. این یک نکته، این نکته مثبت در میان همه خبرهای بد. این یکی از مکانیزمایی که شما به کار می‌برید برای مواجهه با خبرهای بد. مکانیزمی که من به کار می‌برم همون مکانیزم تکاملی است. ببینید این مکانیزم تجربی تاریخی است، همون که به ما رسیده، اسمش رو حکمت فارسی گذاشتن، در همین در واقع دنیای غرب هم معروف شده و اون که این نیز بگذرد. ببینید این درسته، این نگاه عارفانه که این استعداد این تفسیر عارفانه معنوی رو داره. من باهاش الان سر کار ندارم، میفهمم که یه عده‌ای همینطوری میفهمش، یعنی سر جای خودش مثبت. من خیلی نکته رو تکاملی میفهمم. ببینید شما یک اصل اگر تجربی مهم تکامل به شما یاد داده باشه اینه که دائما یکسان نباشه حال دوران. این و البته درست حافظ بعدش میگه غم مخور، من میگم بخور، اشکال نداره. یعنی غمم آدم بعد خور، نمیگم غم نباید خور. ولی این نکته تکاملی مهم است. به ما رسیده که این ثابت نمیمونه، میگذره. این نکته شما میخواید صحبت کنید دایی؟ این نیز بگذرد چقدر به نظر شما؟ مرسی که فرصت دادیم به من اول بگم. این نیز بگذرد من به نظرم فقط عرفانی نیست و در عمل به کمک من یکی اومده. من شخصا تو بدترین روزهای زندگیم وقتی دست و پنجه نرم میکردم با یک بیماری خیلی سخت و دردهای خیلی بدی داشتم، قشنگ تونستم از این استفاده کنم، فکر کنم به اینکه فردا این موقع وضعیت مثل الان نیست و این اتفاق افتاد و این بر من انگار که یک درسی بود برای اینکه بتونم همیشه ازش استفاده کنم. هر جوری که بگذره این ساعت‌ها میگذره، عوض میشه، ساعت بعدی مثل این ساعت نیست. بله. در عمل این رو امتحان کردم. ولی با شناختی که من از شما دارم رضا، شما سمت دیگه ماجرا رو میبینید. ببینید من اینو به عنوان یه مکانیزم دفاعی، یعنی همون چیزی که گفتم، یه فاصله ایجاد کردن با یه واقعه دشوار قابل فهمه، ولی یک نوع تعبیر از واقعیته که وقتی به یه باور تبدیل میشه، یعنی وقتی که شما جهانو به طور مستمر از این زاویه میبینید، از این زاویه این نیز بگذرد، این نیز بگذرد، یک جور در حقیقت توی شرایط حالا جامعه ایران، تو شرایط اینجور افکار، چون شرایط اجتماعی اقتصادی و سیاسی رو هم باید نگاه کرد، همینطور تاریخی رو، توی جوامعی که افراد به دلایل گوناگون بسیار مضطرب هستند و به دلایل انواع و اقسام افکار این چنینی،
خب و یا حتی افکاری که میتونه یه بخشش به خرافات نزدیک باشه، به این معنا که شما با انجام یه سری شعائر احساس میکنید که میتونید واقعیت بیرون رو که آزاردهنده است تحت کنترل خودتون در بیارین. برای اینی که خودتون رو حفظ بکنید خوبه، ولی برای اینکه پیش برید و اون مسئله رو بتونید ارزیابی کنید و براش راه حل پیدا بکنید خوب نیست، میتونه یک سدی بشه اونجا. در منظور شما اینه که در مقیاس فردی خوب نیست، یا وقتی این فراگیر بشه، این ذهنیت این نیز بگذرد فراگیر بشه خوب نیست؟ چون دو چیز متفاوته. وقتی که به عنوان یک باور تعمیم داده بشه به تمام به نگاه شما، یعنی هیچ امری تو شما اون تعصب رو ایجاد نکنه که بخواید اون موقعیت رو تغییر بدین و خودتون رو بهش بسپارین، به نوعی اون تو بمونین، از اون زاویه به نظر من این همون نقد کلاسیک به نگاه عرفانیه دیگه، که میتونه باعث شما در صدد تغییر برنه. بله، ولی این نقد الان به بحث ما وارد نیست. یعنی توی شرایطی که شما پر از اندوهید، اندوه شما رو در واقع غلبه کرده بر شما، یعنی بر شما حقنه شده همه چیز، شما مهم اینه که خودتون رو حفظ کنید. بله، اون لحظه خودتون رو حفظ کنید. بله بسیار، ولی موافقم، یعنی نباید سبب بشه که شما تغییر نکنید. بسیار، خیلی ممنونم از اینکه پایین بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه رضا کاظم‌زاده، مریم زهدی و حسین دباغ. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست این نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. در پایان این بحث پرگاری ضمناً ما یک ترانه برای شما پخش میکنیم که گمان میکنم به موضوع بحث خیلی مربوط باشه و برای بعضیا تا حدی میشه گفت اگر نه درمان بخش لااقل آرامش بخش. این ترانه ایست از فرهاد مهراد به نام کودکانه، که بر خیلیا به اسم بوی عید آشناست. آهنگساز این ترانه اسفندیار منفردزاده است و ترانه رو شهریار قنبری سروده. با پخش این ترانه از شما خداحافظی میکنیم. شب و روز شما خوش.
فکر پاشو زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یه خیز بلند از روی برته های نور.